توی سالهای گذشته تمرکزشون رو گذاشتن روی مسئله زبان و این رو در واقع کردن نقطه پرگاری که حول اون میچرخن و خواسته هاشون رو حول اون مطرح میکنن و به این شکل خواسته هاشون رو بولد میکنن. به نظر شما این روش برخورد به خاطر اینه که کم هزینه تر باشه براشون توی جمهوری اسلامی، مثلا مبارزشون کم هزینه تر باشه، یا واقعا زبان رو محور مبارزه قرار دادن؟ ببینید، وقتی زبان رو ما میان در موردش صحبت میکنند، این نیستش که برفرض کم هزینه است. این چیزیه که مهمترین فاکتور هویتی یک انسانه. وقتی شما زبان یک نفر رو محدود میکنین، آدم رو به لحاظ روانی دچار مشکل میکنی، به لحاظ هویتی دچار مشکل میکنی، به لحاظ عدالت اجتماعی دچار مشکل میکنی. وقتی یک کودکی وارد مدرسه میشه، نمیتونه درس بخونه، ترک تحصیل میکنه، چه اتفاقی واسش میفته؟ این میاد میره در یه کارهای پست، شروع میکنه به کار کردن و کل زندگیش تباه میشه. این آدم میتونست درس بخونه، بره مثل کودک فارس زبان دانشگاه بره، فارغ التحصیل بشه، یک شغل خوبی داشته باشه، ولی نه، نمیتونه، ترک تحصیل میکنه. یعنی این مسئلهیه که خیلی مهمه، با زندگی فرد سر و کار داره. بعد افراد به این واسطه دچار تبعیض زبانی میشن، دچار نژاد پرستی میشن. در ایران برفرض ما در ایران میشنویم که فارسی سرآمده همه زبان هاست، فارسی شکر است، انگار مثلا زبان بلوچی مثلا زهر مار است. نه، همه زبان های مادری واسه باشندگانی که در اون زبان زندگی میکنن شهد و عسل. از یک بلوچ به فارسی زبانه، اگر یک فارس میگه زبان من قنده، اون میگه زبان من عسله. این به اصطلاح موضوعی نیستش که گروه های اتنیکی به خاطر کم هزینه بودنش انتخاب کرده باشن. نه، زبان مسئله بسیار مهمیه. همونطوری که ما دیدیم در پاکستان، همین پاکستان شرقی، همین زبان رو وقتی قبول نکردن کشور تجزیه شد، و در کانادا وقتی قبول کردن آرامش به کشور بازگشت. زبان بسیار مسئله مهمیه برای هستی و کیستی فرد، و ما نمیتونیم بگیم که انتخاب این موضوع فقط به خاطر کم هزینه بودنشه. اما این به اصطلاح مبارزه در رابطه با حقوق زبانی، این حقیقتا اینه که هم افراد بیشتری رو با شما همراه میکنه و هم به لحاظ سیاسیش هزینه کمتری رو برای گروه هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن داره.